سلام علیکم، من دکتر شینکای حکیمی هستم، از افغانستان رفیوجی هم آمدیم به امریکا. الان من متخصص امراض شش و وقای امراض وخیم هستم. کووید 19 یک تاثیر بزرگ بلای تمام رفیوجی هایی که آمده هم کرده است. ما میفهمیم که بعضی از مردم راجع به واکسین تشویش دارند. در امریکا بسیار مردم واکسین را گرفته اند و تطبیق واکسین به صورت دوام دارد. امتحان هایی که راجع به واکسین قبل از تطبیق به مردم کرده اند بسیار کناحت بخش است. تمام واکسین هایی که در امریکا برای مردم داده می شود بسیار نتیجه خوب داده و تاثیر خوب بالای مردم دارد. میلیون های مردم امریکا این واکسین را گرفتند اند و بسیار مسئول می باشند. و کدام تاثیر خراب بلای کسی نداشته است. این واکسین در تاریخ امریکا به این قدر صحت تطبیق نشده است. گرفتانه واکسین به غیر از این خود شماره محفوظ از امراض می داشته باشد. دیگر اعضای فامیل و دوستانتون را هم از مرض محفوظ می کند. خصوصا کسانی که سن بالا داشته باشد و یا کدام مریض دیگر داشته باشد. کووید-19 می تواند و تاثیرهای خطرناک برای کسی که مبتلا به این مرض می شود داشته باشد. هیچ کسی نمی داند که این مرض برای کدام شخص کدام تاثیر دارد. اگر یک نفر این مرض را بگیرد و بسیار آسانی می تواند به دیگر اعضای فامیل و خویش قوم و دوستان خود انتقال بداند. قرار معلوماتی که می داریم اگر یک نفر واکسین شود مریضش شدید نمی باشد و به زودی خوب می شود. گرفتن واکسین امر بدر نظر گرفتنه شریعت صحی که از طرف حکومت و وزارت صحه پیشنهاد شده مثل ماسک پوشیدن، شستن دستها با آب و صابون، مراحت کردن فاصله بین دو نفر، انتشار مرض را کم و یا از بین می برد. اگر شما فکر می کنید که واکسین را بگیرید اما سوال دارید، می توانید از دکتر و یا از نرس که در نزدیکترین کلینیک تان است سوال هایتان را خود را بکنید. بعد از آن واکسین تان را بگیرید. تشکر.